چند تا برادر خواهم داریم. نمیفهمم. چند برادر چند برادر خواهم داریم. یه چند برادر. چند تا؟ سه تا یا چند تا؟ چهار. باشه. باش باش. خوبی؟ باشی؟ ها؟ گو. خب همین عزیز ما اومدیم تو این کمپ، خانوما دارن نان درست میکنن. بله، به این ترتیب بنیاد نوروز حضور پیدا میکند که این فیلم رو که دیدید فیلم سفر اخیر آقای مالیزاده است، یعنی در پنجمین سفر به اونجا. اما اون روزها که چادر به چادر کمک های شما رو میرساند، از کفش گرفته تا عروسک برای بچه ها، تا خوراکی برای بزرگترها، تا نان و آب و غذا برای این گرسنگانی که رها شدند در بیابان، در کوه، در این سو، در آن سو، ببینیم چه میکنن. نگاه کنید، پولهای شما، کمکهای شما این گونه می رود خرید می شود تا به ایزدی ها برسد. از فسیلیا لوبیا گرفته تا برنج گرفتیم و روغن و روپ گوجه فرنگی و در ضمن ماکارونی و چای، ماکارونی و چای و شکر و این چیزا برای پناهنده های که در کمپ کاوه بیرون شهر اربیل هستن، اونجا هم خانواده های ایرانی هستن، هم زدی ها اومدیم از این فروشگاه از حومه اربیل خرید بکنیم. از همه ایرانی ها سپاس گذاریم. دست داریم. همه عزیز، این کمپ مار سوریا هستش، بغل اربیل، و الان ما داریم میریم به طرف کمپ ایرانی ها که در اینجا هستن و ایزدی ها. و همین عزیز، ما رفتیم بازار خرید بکردیم برای خانواده هایی که توی منطقه بیرون اربیل برای ایرانی ها هستن، از آرد و فوسیلیا رو و عدس و ماکارونی و روغن و شیرخوش که بچه و چایی و ملاحظه کردید به این گونه بانو شاملو، همطور که شما در جریان هستید، پولهایی که مردم کمک کردند می رود به کردستان عراق. آقای مالیزاده در اونجا خرید می کند و اینها رو با سختی بسیار در زیر رگبار گلوله های داعشیان جنایتکار باور کنید من وقتی دارم میرن همش فکر میکنم داره مین منفجر میشه. نگاه این کنید این تصاویر. خانم مریضه آمانه و ما کمک کردیم که کمک شما رو بدیم که ببره دکتر. اما ایرانی ها بنیادی نوروز ها در امریکا و امریکا ها خیر خواست ها بوی وی فبین خیر این هدیه هو حجيه بنياد نوروزا هو حجيه بنياد نوروزا ايراني وانا اروپا الى امريكا او مكي وي شاد فرح Thank you.
بنیادی نوروزا ایرانیا بنظمه کی ایرانیا ده امریکایا دلائن مردم و پارج جم کرو هاوری زی بو ایوه که فقیل من حکومه که و دوائی هم کومه که تل دام باته آر دو شیر و چتانج باته گله مامی آر دو بو بیرم نان بکی ازانی میرانی بس آر دو میر بلده بلده ده امریکایا پارج جم کرو ایرانیا نه ایران وای آدشی سانس بوده این بچه چقدر بچه دارن؟ وایت چه خوب شما هم برای لباس برای بچه ها کفش همه چی آوردین برای بچه ها چند نفرن گفتن؟ سلام بابا این از من دست میگم که را کفتیان مریض داره باش باش ران شکسته باش میدیم شما کمک کن بگو ما میدیم بگو ببرن دکتر پارت فی ادم بیو دکتر باش باش چه نفرن اینو؟ هشت نفره. هشت نفره. بیا اینم کمک بگو که ببرم بچه رو دکتر. آقا یه بگو ایت دکتر پی. باش؟ باش. ممنون. باش. مامو. سه خانواده سه تا خانواده بس این سه نه چه نفر اینه؟ چه نفر؟ سه نفر سه نفر سه نفر سه نفر
this is a family, 9 person living in this area. This is their home for 9 persons. زور ممنون باشه سرچه و دلیل و خبوت شاناز شاناز حال شما چنی باشه حال شما خوبه؟ علی باشید How are you? سلام چند سالته؟ چند سالته؟ 12 سالشه اوکی باشه ما برای بچه ها عروسه کنیم برای شما علی بو من علاقه هم لعبو من او قسمان نه علاقه کسا کن دایی باشه کنیم باش؟ اوکی باشه؟ این یه هدیه از ایرانی ها تو امریکا این یاده میاروز این بخ ساله؟ برات توش عروسه کن آبودی چونی؟ بیا 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 another baby another baby talking Allah چند زارو کتنه؟ نه شش هفته کمالی کنم. شش هفته.
ايرانيه امريكا افريش باخذها من تلفون اليوم نحن ناخذ اوكي اگر کتاب خودی قبول کنیم نه نه منو پیرش کتی دادن، ادیشش نیت دادن. خب ملزم می‌کنید که درود بر بهمن مالی‌زاده و سپاس ازش. همینه که این لبخند این بچه هاست که همه ماها بله رو در واقع همینطور بله خوش کردن این بچه ها هزاران کیلو کمک های غذایی برساندن به اینها. حالا اینها باز خوشبخترین هستند. بقیه هنوز همچنان در کوه توی غارها پشت تخت سنگ ها تشنه گرسنه و واقعا وقتی یک فیلمی رو حتما یادتون هست، بچه میدوی دنبال ماشین آقای مالی‌زاده و میگفت برای مادرم یک کفش بده. و آدم وقتی که اینها رو میبینه تازه میفهمه ما در قرن 21 کجا هستیم. ای کاش در قرن اول بودیم، ای 21 قرن پیش بودیم که اینجوری همدیگر انسان ها نمی خوردن. حالا در کنار اینا 20 کیلومتری اینا داعشیان سنگر گرفتن که هر لحظه اینا رو نابود بکنن و منتها می ترسن که هواپیماهای مثلا ائتلاف بین المللی اونها رو بمباران بکنن یا بهشون گفتن از این حد به این طرف تر نه. تازه این روزا من فکر میکنم این حدث دوم شما بله. تازه این روزا مد شده که رئیس اقلیم کردستان عراق گفته که اینها باید بیان بشن تابع کردهای کردستان و وضع وحشتناکه. ولی بنیاد نوروز کاری که کرد با کمک های شما مقادیری دارو تهیه کرد، عده ای از پزشکان ایرانی هم کمک کردند. اما هنگامی که برای خرید دارو به شرکت های دارویی آمریکایی مراجعه کرد آقای مالی‌زاده، اونها وقتی متوجه شدن که این برای کار خیریه است اومدن چند برابر خودشون کمک کردند. منتها گفتن حمل اینها به منطقه با خود شماست و نزدیک به 400 هزار دلار تا حالا دارو فرستادن به کمپ های اینها. یکی دو دکتر از اروپا به ویژه از سوئد آمده در اونجا یه کمپی درست کردن، یه درمانگاهی درست کردن، یه پرورشگاه درست کردن که بچه های یتیم رو نگهداری میکنن، کسایی که پدرشون رو سر بریدن، مادرشون رو بردن، بچه ها رو ول کردن تو کوچه خیابون، اینها رو آوردن در یه جایی نگهداری میکنن. یه کمپ درست کردن برای دخترانی که تونستن فرار بکنن، یا خودشون رو میخواستن بکشن یا حامله شون کردن یا مجبور به فرار شدن که در اونجا نگهداری میشن. اونا هم دوچار اختلال روانی شدند و هر لحظه ممکنه خودشونو بکشن. اینها داروهایی است که از طریق بنیاد نوروز با کمک شرکت‌های دارویی در اختیار اونها گذاشته. حالا هفته گذشته هم دکتر سعید احمدی به من تلفنی گفتن که انبار خانه من پر شده از دارو که در سفر بعدی باید این داروها نزدیک به 200,000-300,000 دلار داروست که باید اینها رو بفرستیم به منطقه. وضع بسیار بسیار وحشتناک است. این که میگویم بنیاد نوروز نخستین بنیاد نیکوکارانه ایرانی است، سازمان ملل متحد که مسئولیت جهانی نسبت به انسانها دارد در این زمینه سکوت کرده و حتی پزشکی رو که باید به اونجا بفرستد از اون هم ابا کرده. و این باز ایرانی ها و غیرت شما هموطنان بودن که توانستید در این کار انسانی شرکت بکنید. توصیه من به شما این هست که این تلفن 704-544-7800 رو فراموش نکنید. پولهایی که کمک میکنید این کارها باشه انجام میشود. این کارهای بزرگ که یک داروی کوچک میتواند جان یک انسان رو نجات بده. بله من میخواستم آقای پارسا بگم که اگر ما سرمون درد میگیره برای دو تا قرص آسپرین چقدر واقعا تلاش میکنیم که این زودتر به ما برسه و توی اون بیابان‌های بی پایان این همه دارو رسیدگی. اون دفعه من یادم مرتبه که آرد خواسته بودن و این مرتبه مثل این که من بله آرد هم دارم بله. برای یک سری نانوایی صحرایی بنیاد نوروز بله. درست کرد منتها آردشون تمام شده و نمیدونستن چه بکنن بله.
بعضی از اینها فقط در 24 ساعت یک قرص نان میخورن، یعنی غذای دیگه نیست. از اینقدر بیماری و تشنگی گرسنگی به اینها فشار آورده، اینا داره از فرودگاه رد میشه تا برسه به این ایزدی ها. و حالا شما حسابشو بکن، اگر بنیاد نوروز نبود که این بار رو بر دوش بکشن، این بار سنگین رو بر دوش بکشن که این داروها به دست نیازمندش برسد، چه کسی میتونست این کار انجام بده بدون انجام تشریفات اداری آنچنانی که سازمان ملل متحد دارد یا صلیب سرخ دارد یا این سو با آن سو؟ نگاه کنید، بسته بسته دارو، به قول ما چمدان چمدان دارو دارن میبرن برای کمک به اینها. و من امیدوار هستم این کمک‌های هممیهنان ما دوام پیدا بکند. بله. و هممیهنان گرامی بدانند که ارزش انسانی خودشون کجاست. اگر در همین کالیفرنیا در یک اتاق کوچک زندگی میکنند و این برنامه رو میبینند، تلفن رو میگیرند، کمک میکنند، این کمک چقدر بزرگ است و چه ارزشی دارد، چه ارزش انسانی داره. موقعی که میبینیم در سالگرد این جنایت علیه بشریت فقط به ذکر مصیبت میپردازند نه چاره، میبینیم که فقط ما ایرانی ها بودیم به فکر چاره بودیم که اگر یک مریض اونجاست به کمکش برویم، دارو به او برسانیم، اگر گرسنه ای هست غذا به او برسانیم. و اینجاست که ارزش هر ایرانی نشان داده میشود. اخیراً آقای مالیزاده که همین چند روز پیش به منطقه رفته بود، مصاحبه کرد، دست به خانم دایان دخیل، نمیدونم اگر داریم اون یه تیکرم پخش بکنیم. اما دیدار با این بچه ها جالب است، بچه هایی که لباس شما بر تنشون هست، شما ببینید چقدر نونوارن، چقدر خوشحالن، توانستن شکل دیگری پیدا کنن، یک روحیه شادمان پیدا کنن و باورشون بشود که اگر خون ایرانی در رگ‌هاشون در جریان هست، باز این ایرانی است که به یاری اونها میشه تابد. و اگر قرن‌هاست از ما دور هستند، اما در این دنیا یوان افسا فقط این ایرانی‌ها هستند. بله. که میتوانند به اونها کمک در این برهوت، در این برهوت و وان افسا. بله، به قول معروف در این برهوت فریاد. بله. که به جایی نمیرسد، این بچه‌ها هستند، این بچه‌های سرگردان، بچه‌های شما، اینا شما خوشحالشون. بله. کردین هموطنان عزیزم، هزاران تشکر، هزاران سپاس که بچه ها رو خوشحال کردیم. و البته این کمک ها باید همچنان ادامه پیدا کند، برای اینکه وضع این ایرانی تباران ایزدی که عراقی ها به اونها یزیدی میگویند، چون یزدانی را هم حتی نمیتوانند بیان بکنند، این است که ازتون خواهش میکنم کمک خودتون رو بکنید، چون ما در کنار این کار بزرگی که داریم انجام میدهیم، یعنی شما و بنیاد نوروز هم به عنوان سفیر شما این کار انجام میدهد، حداقل کاری کرده باشیم که به اتمامش برسانیم تا روزی که اینها بتوانند سامان بگیرند، جایی پیدا بکنند، مکانی پیدا بکنند و زندگی بهتری رو پیدا بکنند و سایه شوم جنگ بر سرشون نباشد. رفتن و رسیدگی به این بچه ها و خانواده ها اگر جای امتری باشن، خب خیلی آسان تره. که تا باور کنید، من هر مرتبه فکر میکنم که این ماشینی که داره به طرف کمپ ممکنه که یه مین جلوش بترکه. دقیقا همینطور هست، یعنی من خیلی نگران میشم برای گذاشتن این هستی بخمن و همراهانش. امیدوارم که و بنیاد نوروز واقعا خدا حفظش کنه که بتونه ادامه بده. بله، و همه شما بینندگان گرامی رو خدا قوت بدهد. بله. که بتوانند حضور پیدا بکنند و بتوانند در این کار انسانی شرکت بکنند. یادم هست 30 سال پیش که چند سال پیش که من تازه به آمریکا آمده بودم، میدیدم برخی از ایرانی ها در بعضی مهمانی ها که میشینن پوز میدن که ما چند بچه آفریقایی رو زیر پوشش گرفتیم. بله. و پدرخوانده و مادرخوانده شدیم. و عجیب است که امروز این درد از بیافرا و گینه و این سو با آن سوی آفریقایی گرسنه به خود ما رسیده است و میبینیم که در کنار ما و در کشور ما و در سایه این حکومت‌های فرقه‌گرای ویرانگر چه بلایی بر سر انسانیت آمده است که این گونه حالا بنیاد نوروز و هممیهنان گرامی ما باید حضوری انسانی داشته باشند و خودشون رو نشان بدهند. بر روی تلفن‌های 704-544-7800 703-303-6661 در اختیار شماست، کمک بکنید.
هموطنان آواره ما در ترکیه، در پاکستان، در یونان منتظر کمک هستند. تعدادشون روز به روز افزایش پیدا میکنند. ایرانی تباران ایزدی در انتظار لقمه نان هستند تا زنده بمانند. و در این دهکده کوچک جهانی توجه کردن به یک نقطه که ما چون ایرانی هستیم فقط باید به ایران خودمون فکر بکنیم اصلا منتفی شده است. امروز ما در این دهکده کوچک جهانی همه در غم یکدیگر شریکیم. یک زلزله که اتفاق میفته در این سوی دنیا دل ما هم میشکند، متاثر میشویم، کمک میکنیم. سیل در یک جایی میآید، نگران میشویم. دنیای ارتباطات امروز ما را آنچنان به هم متصل کرده است که نمیتوانیم نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشیم. امروز اون است، فردا نوبت ما میشود. همچنان که امروز میبینیم اگر ما 2500 سال پیش کوروش بزرگ میرود هزاران یهودی را از اسارت بابلیان خارج میکند، امروز خود ما اسیر هستیم و امروز منتظریم اونهایی که نجات پیدا کردن به کمک ما بیان. این است که گردش جهان این چنین است متاسفانه، و قهر جهان نسبت به بشریت من نمیدونم چه فلسفه ای پشتش است، اما حقیقت این است که آنچه که برای ما مهم است زیبایی های اون هست. هنگامی که میتونیم به کسی دیگری کمک بکنیم و زیبایی زندگی رو در این کمک خودمون و داد و دهشمون لمس بکنیم و قوی شیم. بله. قوی. قدرت همیشه همیشه قدرت انسانی، البته. بله. همیشه همیشه پیروزه. ما باید به هم کمک کنیم، مقتدر باشیم، همدیگر رو داشته باشیم، زبان همدیگر رو بهتر بفهمیم. آقای پارسا، خیلی دنیای بدی شده. بله بله. نه بعضی موقع همه اینها میبینید قربانی سیاست‌های استعماری یک کشوری میشوند که میخواهد سرزمین ما رو چپاول بکند. بله. اما ابتدا باید ما رو نابود بکند که بتواند به آنجا برسد. به هر حال وقت برنامه ما به پایان رسیده است. اما امیدوار هستم شما هم میهنان گرامی در ادامه کمک خودتون به بنیاد نوروز موفق باشید، کمک بکنید، انسانیت رو رقم بزنیم و نگذاریم اون خوی و خلق ایرانی رو زیر پا له بکنن و ما رو به شکل دیگری درآورن. ما ایرانی هستیم، شرف داریم، وجدان داریم، ناموس داریم. ایرانیت ما حکم میکند که یار یکدیگر باشیم، یار انسانها که زندگی رو برای یکدیگر با آبادانی و شادمانی بسازیم، و چنین توقعی هم متقابل داریم. این است که ما در دست یکدیگر، ایران، جهان و انسانیت رو باید بسازیم. وظیفه انسانی ماست. این جهان پایان دارد، بگذاریم کارنامه‌ای درخشان از خود بر جا بگذاریم. تا دیداری دیگر و گفتگوی دیگر، من مهرداد پارسا به اتفاق بانو فهیمه شاملو و همکار خوبم آقای امیر شهرتی که بر این سفره نیکی و نیکوکاری نشست، تا هفته دیگر و روزی دیگر، شما را به خدای جان و خرد می سپارم.